این سخن حبیب حق مصطفاست، پیمبری که اشرف انبیاست. این سخن حبیب حق مصطفاست، پیمبری که اشرف انبیاست. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. السلام علیک یا فاطمه الزهرا بنت رسول الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. السلام علیک یا زینب الکبرا. السلام علیک یا صاحب الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجن. السلام علیک یا ساداتی و موالی جمیعا و رحمت الله و برکاته. عرض سلام، ادب، درود خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین در سرتاسر کره خاکی، در هر کجای این عالم که ما رو مهمون دارید در قاب شیشه‌ای و در خونهاتون از این حسینیه‌ای که به وسعت کهکشانه، ما دعاگوتون هستیم. از حسینیه کنار حرم مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس. مثل شب‌های گذشته در خدمت برادر عزیزم جناب آقای محبی هستیم. ایشان امروز فرمودن که از امیرالمومنین بخونیم، بسیار هم زیباست. چند بیتی رو من دکلمه بخونم برای حضرت صدیقه تا رسول الله علیها، بعد انشالله از ایشون استفاده میبریم. ای قدت سر تا به پا مرآت سر تا پای قرآن، وی تو را پیدا همه اسرار ناپیدای قرآن. ای بهین دخت نبی زوج علی ام الائمه، ای دمت جان بخش هستی و رخت سیمای قرآن. من چه آرم در مدیحت یا چه گویم در ثنایت، ای خدای مدح و ثنایت گفته در هر جای قرآن. ای خدا مدح و ثنایت گفته در هر جای قرآن. بوسه زد احمد به دست و سینه و روی منیرت، دید از پا تا سر استی تو سر تا پای قرآن. در کتاب سینت بنوشته از آغاز خلقت، دست قدرت نکته نکته علم الاسمای قرآن. یاد کنم از استاد عزیز بزرگوار جناب حاجی سازگار که انصافا همه مداحان ایران کم و بیش از اشعاری که ایشون در مدح ائمه علیهم السلام سروده بهره و استفاده میبرند و مردم رو مستفیض می. امشب نکته ای رو به ذهنم رسید خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین عرض کنم. گرچه شماها تو خونهاتون حسینیه بردین الحمدلله به واسطه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، تو هر خونه بچه شیعه در سرتاسر این کره خاکی حسینیه هست که روزه داره دائم الحمدلله. اما یه رسم و مرام هست تو یکی از استانهای ایران، استان یزد. خیلی زیباست که خود من وصیت کردم به فرزند بزرگم احمد آقامون که حتما این کار رو انجام بده برای من بعد از مرگم، یعنی ختم حف اینها رو نمیخوام. گفتم عین مردم یزد. مردم یزد بسیار کار زیبایی میکنن. یکی که فوت میشه طرف پدر یا مادرش رو از دست میده، هرچی هست اونهایی که قدرت و تمکن مالی دارن که روزهای مدیدی رو مجلس میگیرن، اونهایی هم که ندارن یعنی حتی خیلی قوی نیستن از نظر مالی، سه روز روزه میخونن.
بسیار کار زیبایی. یعنی در یزد دائم مجالس روزه سر و پاس، بعد نوبت مجلس هفت که میرسه همین کار رو میکنن، چهلم که میرسه، سالها سالگردها همینطور ادامه داره. و به این بهونه روزه حضرت حسین سلام الله علیه رو زنده نگه میداره. انشالله که این کار عمومی بشه، یعنی به جای خیلی از مجالس زائدی که گرفته میشه و انصافا نیست، مجلس تنبه نیست، انشالله روزی برسه که مجالس مجالس ترحیم، مجلس تنبه بشه انشالله. در این حال گفتم یادی کرده باشم و تشکری از همه مردم عزیز و بزرگوار، به ویژه مردم عزیز استان خوب ولایی یزد. همه استان ها گرچه ولایین الحمدلله، در سرتاسر کره زمین شیعیان علی ابن ابی طالب علیهم السلام عشق به اهل بیت رو تو سینه هاشون دارن. خدا رو شکر امشب هم در خدمت شما بزرگواران هستیم با مدیح سرایی جناب آقای محبی. سلام علیکم، خسته نباشی. امروز هم با آقای محبی یه مقدار برنامه داشتیم، یه مقدار هم خسته هستن. در این حال بهره می‌بریم از صدای ایشون ان شاء الله. بفرمایید محمد آقا جان. سلام علیکم. علیکم السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمه سیدت النساء العالمین و صلی الله علیک یا ابا الفضل عباس. سلام عرض ادب خدمت همه شیعیان و محبین حضرت سید الشهدا، همه زاکرین و همه نوکران خوب و با صفای درگاه حضرت سید الشهدا، جناب آقای فتایی و مخصوصا برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای سیدی عزیز و همه زاکرین و پیر غلامایی که به هر حال الان جاشون خالیه و انشالله که سر سفره با برکت حضرت سید الشهدا مهمان باشه. انشالله. ممنونم، بزرگواری شما محمد آقا. البته اگر چنانچه چیدمانی می داشتیم که می تونستیم بهره ببریم از آقای سیدی، قطعا از ایشون هم بهره می بردیم، ولی هم به علت اینکه فرصتمون بسیار کمی، یعنی از الان فکر میکنم 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بله اینه که بایدم فوری وارد برنامه‌مون بشیم. اتاق فرمان آقای احسان فرمود که خیلی وقتون کمه. بفرمایید آقای محسن. بسم الله الرحمن الرحیم. ایوان تو بردست دل شاه و گدا را، حیران تو کردست خدا آینه ها را، ایوان نجف سردر ایوان بهشت است، یعنی به علی داد خدا عرش علام را. عمریست گواهن تپشای دل من، با یاد تو پر پر زدم ایوان طلا را، ما بی حرم ادعا کشیدیم نسیم و بردار و به سمت نجفین ها همه ها را. قربان طبیبی که به یمن
کس که رسیده است گرفته شفا را، دورو بر هر دانه انگور زری ساقی که علی باشم، یعنی به نگاهی در جام جهان ریخت انوار خدا را، تا دوستیش اصل نماز است مؤذن، تا دوستیش اصل نماز است مؤذن، آخه بی نام علی نعر مزن حی علارا، بی نام علی نعر نزن حی علارا، توحید علی توحید علی را احدی درک نکرده. جان خدا حفظ کنه همه شعرا را، مخصوصا شاعر خوب آینی اصفهان جناب استاد خروش عزیز. توحید علی را احدی درک نکرده است، چشمان علی چشمان علی طور دگر دیده خدا را، توحید علی را احدی درک نکرده است، چشمان علی طور دگر دیده خدا از علی روی به صوبه، والله شهر کز علی روی به صوبه، روی به صوبه، یک مرتبه سجده نکرده است خدا را. جان جان والله یک مرتبه هم سجده نکرده است خدا را.
هفت بند ملا حسن کاشی 800 سال پیش سروده، تقریبا 830 سال پیش. من دیشب یا پریشب بود خدمت مدیر محترم شبکه امام حسین عرض کردم یک بیتش رو الان شعرا نمیتونن بسرایم. السلام سایعت خورشید رب العالمین، آفتاب عز و تمکین،
آسمان داد و دین، معنی هر چهار دفتر، خواجه هر هشت خلد، داور هر شش جهت، اعظم امیر المؤمنین. در جهان از روی حشمت، چون جهانی در جهان، در زمین از راه حشمت، آسمانی بر زمین. انشالله یه شبی توی یه فرصتی این هفت بند رو حتما براتون میخونم که ایشون چیکار کرده و خود حضرت امیر سلام الله علیه صله به ایشون داده. قطعا انشالله اون باشه براتون میخونم. الان میخوام باز استفاده کنم از آقای محبی لحظاتی دیگه که وقت داریم بهره ببریم. بفرمایید آقای محبی. حب مرتضی که برد راه در بهشت، ای حب مرتضی که برد راه در بهشت، ای حب مرتضی که برد راه در بهشت، گر خود به رتبه قنبر و سلمان و بوزر است علی. نماز بی ولای او عبادت است، بی وضو به منکر علی بگو نماز. خوبان به زیوری اگر از خلق دل برم، به به خوبان به زیوری تو بی نیاز هر گونه زیور است. نازم نازم به ابروی تو، به به این یک بیت، نازم به ابروی تو که هنگام کبر و ناز گویی به روز معرکه شمشیر حیدر است. علی بگو تا که قلب جناب علی، بگو تا دلت صفا بگیره، علی بگو تا دلت صفا بگیره. خدا رحمت کنه همه شعرا رو، مرحومای شهریار. من یا علی چو ذره به مهر تو زیستم، چون کربلا و در این صفای معنوی حرمین شریفین ابا عبدالله و برادر با وفایش قمر بنی هاشم، همه نوکر و همه روزخونهای قدیم فیض برند. من یا علی چو ذره به مهر تو زیستم، با هر که دوست با تو نشد دوست نیستم،
فردا تو هم ز چشم، فردا تو هم ز چشم، میفکن مرا که من تا چشم داشتم به حسینم گریستم. اجازه میده های فتایی من یه بکی باید تو من در به درم عشق ابل فضل و حسینم، من در به درم عشق ابل فضل و حسینم، من در به درم وادی بین الحرمین. اونایی که الان دارن سیما رو نگاه میکنن شما با من زمزمه کنید ارباب حسین است، ارباب حسین است، ارباب حسین است، ارباب حسین. اگرچه منم از همه خلق کمتر، اگرچه منم از همه خلق کمتر، ولی دل سپردم به ساقی کوثر، به جان علی جان زهرای اطهر، خدایا مریز آبرویم به محشر. ممنون از شما عزیزان بزرگواری که ما رو مهمون خونه هایتون داشتین. انشالله که به حق امیرالمومنین سلام الله علیه و به حق حضرت صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها سال خوبی را آغاز کرده باشید و هر روزتون نوروز باشه انشاءالله و روز نو باشه، همانطور که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودند نوروز از روزهای ماست و امیرالمومنین فرمودند کل یوم لا یصلا فهو عید، هر روزی که گناه در اون انجام نشه ایده. انشالله که به حق امیرالمومنین سال کم گناهی داشته باشیم حداقل. هر جای عالم که هستید در رأس همه حوائجتون و خواهشاتون از حق تعالی دعا برای فرج آقامون مولامون صاحب اختیارمون صاحب دم حضرت بقیت الله الاعظم روی فدا باشه. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. تا فردا شب و برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار همه شما. مصطفی است پیامبری که اشرف انبیا، این سخن حبیب حق مصطفی است پیامبری که اشرف انبیا، خاتمتو بزعت منی فاطمتو ضیاءینی، خاتمتو بزعت منی.